سوال پرسیدند که رژیم کتوژنیک و کتوپلاس چه تفاوتهایی با هم دارند و کدومش برای لاغری بهتره رژیم کتوژنیک رژیمی که مصرف کربوهیدرات خیلی محدود میشه و در عوض مصرف چربی ها زیاد میشه و هدف از این کار اینه که بدن ما به اینکه انرژیش رو از گلوکوز موجود در کربوهیدرات ها بگیره چربی های بدن رو تجزیه بکنه و تبدیل بکنه به کتون و از انرژی کتون ها استفاده بکنه که در ویدیو قبلی توضیح دادم که این رژیم برای کدوم بیماری ها استفاده می شده و چطور شده که برای لاغری هم ازش استفاده می کنند. خود این رژیم کتوژنیک کلا به چهار دسته تقسیم میشه رژیم کتوژنیک استاندارد رژیم کتوژنیک هدفمند کتوژنیک دوره‌ای و رژیم کتوژنیک پرپروتئین کلا متخصصهای تغذیه در سراسر جهان این چهار نوع رژیم رو به عنوان رژیم های کتوژنیک میشناسند اما تو ایران هر روز یکی از خودش یک رژیم که جدید اختراع میکنه کتوپلاس پلاس کتو فید نیو کتو کتوژنیک 216 205 یعنی 6 شروع در 21 روز 5 کیلو در 20 روز و کلی از این رژیم های من در آوردی که اینا همش تکنیک های تبلیغات و بازاریابیه این رژیم ها وجود خارجی ندارند رژیم شناخته شده ای نیستند که یک سری رژیم نویسا با اسمگذاری های جدید و اسمای مندر آوردی از مردم پول میگیرند و همون رژیم کتوژنیک اصلی رو بهشون میدن. پس این سوال که رژیم کتوپلاس بهتره یا کتوژنیک کلا سوال اشتباهیه. چون ما چیزی به اسم کتوپلاس نداریم که تازه بخوایم با همدیگه مقایسش هم بکنیم. حالا اون چهار مدل کتوژنیک سه بتای با همدیگه دارند کلن تفاوت اصلیشون در درصد درش مغزی هاست که الان اونا رو هم بهتون توضیح میدم رژیم کتوژنیک استاندارد رژیمی که درصد دروش مغزی های دریافتیتون باید به این صورت باشه 75 درصد چربی 20 درصد پروتئین و 5 درصد کربوهیدرات این میشه رژیم کتوژنیک استاندارد که افراد عادی که اضافه وزن دارن میتونند ازش استفاده بکنند دومیش کتوژنی که هدفمنده که ورزشکارا و بدنسازا ازش استفاده میکنند تو این رژیم به ورزشکارا و بدنسازا اجازه داده میشه که قبل تمرین و بعد تمرین کمی کربوهیدرات مصرف بکنند که بتونند با انرژی بیشتری وزنهای سنگین رو جابجا بکنند و درصد داشت مغزی ها در این رژیم به این صورته که 65 درصد چربی، 20 درصد پروتئین و 15 درصد باید از کربویدرات باشه. اگه تا حالا عضو کانال نشدی کافیه که روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنی و زنگوله رو هم روشن بکنی تا جدیدترین ویدیوها و مطالب رو بتونی که دریافت بکنی. سومیش رژیم کتوژنی که پر پروتئین هست که مخصوص ورزشکارایی است که فعالیت ورزشی شدید دارند و ورزشکارای حرفه‌ای هستند. و همونطور که از اسمش هم پیداست این رژیم نسبت به سه رژیم دیگه پروتئین بیشتری داره. درصدهاش به این صورت که 60 درصد سربی، 35 درصد پروتئین و 5 درصد کربوهیدرات باید مصرف بشه. که تو این رژیم ممکنه اون فرد از حالت کتوزیس هم در بیاد. چون وقتی که در رژیم کتوژنیک پروتئین بیشتری مصرف بشه، بدن ما میتونه تو یک فرآیند شیمیایی پروتئین رو هم تبدیل بکنه به گلوکوز و از انرژی پروتئین استفاده بکنه، به جای اینکه از انرژی کتون استفاده بکنه. و چهارمین کتوژنیک کتوژنیک دوره ای هست تو این رژیم پنج روز از هفته شما میتونید تقریبا مثل رژیم کتوژنیک استاندارد رژیم بگیرید و دو روز در هفته میتونید کربوهیدراتای بیشتری هم مصرف بکنید تو اون دو روز میتونید تا 50 درصد از کالری دریافتیتون از کربوهیدرات باشه پس کلا این چهار مدل رژیم کتوژنیک رو داریم که بر اساس درصد درشت مغذی که بهتون گفتم اسم گذاری به جز اینا هر اسم دیگه در مورد کتوژنیک شنیدید بدونید که اون رژیم یک رژیم آوردی هست و رژیم ثابت شده و شناخته شده ای نیست امیدوارم که جواب سوالتون رو از این ویدیو گرفته باشید و اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایک بکنید و نظر خودتون رو در موردش برام بگید ممنونم ازتون